بله دوستان، ادامه برنامه شام یک است در بخش دوم برنامه قرار داریم و یک سلام خاص به امید از دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشن. بخش سلامت روان هست و امشب همچنان موضوع مهمی را انتخاب کردیم در برنامه. موضوعی که امشب انتخاب کردیم در ارتباط به اختلال شخصیت منزوی هست و خوشبختانه در ارتباط به این موضوع مهمان محترمی را در برنامه دعوت کردیم. استاد وهاب اساس با ما در برنامه هستند که قبل از همه حضورشان به برنامه خوش آمد میگیم. خیلی خوش آمدین وهاب جان به برنامه. سلامت و خیر باشین. سلام بر شما، سلام بر تمام بیننده ها. امید خوب و صحتمند باشند و امید چند لحظه که با اونها می باشیم بتونیم معلومات مفید را خدمتشون ارائه بکنیم ان شاء الله. وهاب جان، چی خوب است که در نخست یک تعریف کلی از خود کلمه منزوی داشته باشیم. خب قسمی که شما به بیننده ها گفتین که شخصیت منزوی، خود شخصیت منزوی یا امی اختلال شخصیت منزوی که در اختلالات روانی DSM-5 او را به عنوان SAD یا به عنوان شخصیت اختلال شخصیت منزوی یا کسایی که به یک نحوی اسکیزوئید هستند، بله، همچنان برش اختلال شخصیت اسکویزوئید برش میگن، یعنی بسیار زیاد افراطی منزوی هستن. یکی تعریف منزوی، منزوی که معلوم دار است هم کسی است که بسیار گوشنشین است، در جامعه نمی باشه، میخواد داخل دنیای خود غرق باشه و به بیرون بسیار زیاد تمایل نداره، همیشه در دنیای داخل خود زندگی میکنه. اما چیزی که قابل توجه هست امی هست که اختلال شخصیت منزوی یا اسکیزوئید پرسونالیتی دیساردر یک اختلال شخصیتی هست که در جریان طفولیت و در جریان نوجوانی ممکن افراد دچار شوند و ایسیسه. این اختلال رفته رفته در جزء شخصیت افراد قرار بگیره و بالاخره باعث شود که شخصیت فرد منزوی شود. یعنی گاهی اوقات ما بعضی از اختلالات داریم که اختلالات مثل وسواس یا OCD یا انزایتی، استراب، دپرشن، اینا اختلالاتی هستن که اختلالات خلقی هستن، اختلالات عاطفی و اختلالاتی هستن که در جریان زندگی ممکن رخ بده و نسبتاً درمان اینها ساده تر می باشه. اما خود شخصیت اختلال اسکیزوئید یا اختلال اسکیزوئید کسایی که شخصیت های منزوی دارن، شخصیت های اصلا در حد اختلال. البته یک تعداد از بیننده ما اتو فکر نکنن که خیمه گوشه نشین است، متنای را دوزارم، خیمه مختلف شخصیت دارم. بله. دیسم پایین به همین خاطر بعضی از کریتریا ها نشانه های را ذکر کرده، اگر یک تعداد از افراد این نشانه ها را می داشته باشه اختلال داره. در غیر از او تنها یک نفر خوش داره تنهایی را. نمیشه ما بگویم که فرد اختلال شخصیت منزوی یا اسکیزوئید داره. اسکیزوئید، خود شخصیت اسکیزوئید از طبقات اختلال اسکیزوفرنی است، اما تفاوت بسیار زیادی با اسکیزوفرنیا داره. فرضاً یک کسی که اسکیزوفرنیا اختلال داره توهم داره، نمیتونه راحت زندگی بکنه. اما یک کسی که اسکیزوئید شخصیت داره یا اختلال شخصیت اسکیزوئید یا منزوی داره، بدون شک گاهی اوقات اما حرفاش کارش در قالب حقایق است، در قالب زندگی واقعی وجود داره. به می خاطر اختلال کسایی که اختلال شخصیت اسکیزوئید یا منزوی دارن دوست ندارن زیاد در جامعه باشن. بله. چون میترسن که از طرف جامعه، از طرف مردم، از طرف خانواده، از طرف کسای دیگه رد نشن. و همچنان نشانه دومی که در وجود اینها وجود داره، دوست ندارن در تفریح ها مسائل شادی خوشی زیاد اشتراک نمی کنن، دوست ندارن، نمیخوین برن. اگر پرسان شم کنید چون نمیرم، این دوست ندارم، نمیخوین، میخوین تنها باشم، لذت ببرم. و همچنان نشانه دیگه که در وجود اینها دیده میشه، این دوست ندارن که خلاف دیدگاه گپ بزنن، یعنی خلاف دیدگاه افراد، این نمیخوین نظر بدن. همیشه چیزی که دیدگاه مردم باشه اون مورا بله میگه، اون مورا قبول داره، ولی از خود چیزی نمیگه. و همچنان به تشویق و توهین هیچ واکنش نشان نمیدن، مثل از اینکه ایره کرختی احساسی گرفته. این گاهی اوقات اگر شما را کسی تشویق بکنه، احساس و خوشی، احساس سرزندگی، احساس خوش برتون پیش میشه. اما اگر کسی خدای نخواسته توهین طور بکنه برتون، چیزی بگه که باعث خرابی شود، اوجاست که خودت به یک نحو احساس خشم، احساس حقارت یا هزارها احساس دیگه که وجود داره دچار میشه. اما اینایی که شخصیت اسکیزوئید هستن یا منزوی هستن، اینا بی تفاوت هستن، نه تشویق سرشان زیاد کار داره، نه اما توهین و تحقیر هستن. و نشانی بعدی که در وجود اینها دیده میشه افراد اسکیزوئید یا منزوی امین است که هیچ وقت دوست نداره که در جمع فامیل به غیر از فامیل خود دوست داشته باشه. بله. یعنی تنها دوستاش خانوادش است، غیر خانواده دیگه نه. در صحیح کاری دوست داره،
نه در صحیح زندگی اجتماعی، در کوچه، در هیچ جای دیگه دوست نداره، فقط دوستش خانوادش است و هیچ وقت اعتماد کرده نمیتونه، نمیخواه بره بالای به امرای اینها. و همچنان چیزی که در اختلال اسکیزوئید یا شخصیت های منزوی که زیاد دوست ندارن برن داخل جامعه، زیاد خوش دارن داخل درون خود باشن، متاسفانه افسردگی هم در وجودشان دیده میشه، احساس غمگینی، پریشانی، گرفتگی، خلق پایی، ناامیدی، گریه یا بعضی از موارد دیگه. یک چیز قابل ذکر است خاله جان و بینده ها بگویم که تیپ های شخصیتی فرق میکنه، اما اختلال بحث جدایی هست. نمیشه، من در ابتدا هم گفتم که اختلال وقتی که ما میگیم باید اما کریتریا ها را پوره بکنه، اما اگر او کریتریا ها را پوره نکنه، اون نشانه هایی که DSM فرزند میگه، چهار تا از علائم رو که من گفتم، بله. اگر یک کسی از این نشانه ها را چهار تا نشانه را داشته باشه اختلال داره. اما در غیر از او اگر چهار تا نشانه را نداره به شکل عادی فرزند دوزار تنها باشه. یونگ اولین کسی بود که آمد شخصیت را به دو حصه تقسیم کرد، گفت یک تیپ های شخصیتی دارن، برونگرا هستن، برونگرا هستن، میخواین در جامعه باشن، میخواین حرف بزنن، میخواین خنده بکنن، میخواین دوست انتخاب بکنن، میخواین کار بکنن، فعالیت بکنن. اما یک تعداد کسها هستن که ذاتاً از نظر شخصیتی دوست ندارن، درونگرا هستن، درون خود هستن و اینها را بیان که گفت کسایی که درونگرا هست، برونگرا هستن، زیاد فعالیت‌های را دوست دارن که اجتماعی باشه، فرزند کسایی که زیاد در رسانه علاقمند هستن، زیاد میخواین در روی پرده باشن، اینها نسبتا شخصیت برونگرا دارن، بله. چون میخواین با اجتماع باشن، میخواین با اجتماع چیزایی که دارن شریک بسازن. اما کسایی که شخصیت درونگرا هستن، اونها بسیار زیاد در کارهایی که پشت کامپیوتر باشه، در کارهایی که همیشه توجه نیاز داره، همیشه راحت هستن، در تو کارها بسیار زیاد خوش هستن، در کارهایی که بسیار داخل اجتماع باشه راحت نمیباشن. به هر صورت هدف ما این بود که اختلال بحث جدایی هست، بله. اما ای که یک نفر شخصیتش اما تو درونگرا هست بحث جدایی، کسی که تنهایی را دوست دارن نمیشه ما بگیم ای اختلال روانی داره، ولی اسکیزوئید یک اختلال روانی است. وهاب جان، عواملی که شخصیت های منزوی در جامعه ظاهر نمیشن چی هست؟ عواملش، بله، علت هایش، عواملش. خب ما وقتی که روی سبب شناسی صحبت میکنیم، ای که چه عاملی باعث شده که یک فرد اختلال شخصیت اسکیزوئید یا اما منزوی شکل بگیره در وجودش، عوامل متعدد است. روانشناسا، روانپزشکا، کسایی که در حوزه سلامت روان کار میکنن، اینها یک تعداد تحقیقات را انجام دادن، مشاهده کردن که عوامل متعدد است. فرضاً نزد یک فرد ممکن عامل وراثتی باشه، اما ژنتیکی یا وراثتی از طریق ژن ها انتقال کرده باشه. گاهی اوقات ترکیب محیط با عوامل ژنتیکی، گاهی اوقات یک تعداد از افراد از نظر ژنتیکی مساعد هستن به مو اختلال و محیط هم همکاری میکنه. فرضاً یک خانواده هستن که تمامی خانواده صفات شخصیتی یا تیپ های شخصیتیشون اما تو درونگرا هستن، اینا کمک میکنن به گرفتار شدن اطفالشان به این اختلال. وهاب جان، از اشخاص منزوی دارای چگونه افکار میباشن؟ خب درباره افکار افراد که شخصیت های منزوی هستن یا اختلال شخصیت منزوی دارن، کسایی که درونگرا هستن افکارشان زیاد امیه هست که ترس ازی دارن که ما بودو رد شوم، منفی فکر خونیستن. دقیقاً امی خودش یک خطای شناختیشان است، بله. یک فکر منفی هست. وقتی که ما میگیم میترسن که از طرف جامعه رد نشن، به می خاطر زیاد درون خود میباشن، درون دنیای خود غرق هستن و به یک نحوی سرگرم امو هستن و این ترس نزدشان است. اگر ما بیرون، اگر ما به بیرون چیزی که داریم بتیم ما رد میشیم، اگر ما در دنیای درون خود با خود صحبت داشته باشیم، با خود سپری بکنیم، بدون شک کسی نیست که باز ما را رد بکنه. به این خاطر افرادی که شخصیت های اسکیزوئید یا منزوی هستن یا کسایی که حداقل اختلال ندارن و درونگرا هستن، درونگراها گاهی اوقات این فکر نزدشان موجود است که ما بودا رد نشیم. و همچنان کسایی که منفی شخصیت های درونگرا هستن به یک نحوی افکار شناختیشان یا خطاهای شناختی نزدشان بیشتر و بیشترتر میباشه که این خطاهای شناختی باعث میشه که اینها بیشتر و بیشترتر غرق دنیای خود باشن و دنیا خود را امن فکر میکنن. هر قدر داخل دنیا درونشان امن باشه اما قدر احساس راحتی دارن. چه خوب است وهاب جان که در مورد نقاط ضعف این گونه شخصیت ها هم بدانیم. خب بدون شک شخصیت هایی که
درونگرا هستن، برونگرا هستن، نقاط ضعف و قوت دارن. کسایی که شخصیت های اسکیزوئید یا منزوی هستن، اینها نقطه ضعفی که دارن امی هست که اینها زیاد به جامعه نیستن، زیاد بیرون به جامعه نیستن، بله. زیاد حرف نمیزنن و فعالیت های اجتماعی فرهنگیشان بسیار کمتر می باشه، زیاد نمیخواین در جامعه ظاهر شون، زیاد دوست ندارن فعالیت هایی که به یک نحوی در جامعه هست، به اونها زیاد دلچسپی ندارن، به همین خاطر دوستای کم می داشته باشن، به همین خاطر روابطشان کمتر می باشه. چون شما بیشتر می فهمید که قرن 21 عصر ارتباطات است. فردی موفق است که شبکه ارتباطی قوی داشته باشه. اما افرادی که درونگرا هستن شبکه ارتباطیشان بسیار ضعیف می باشه، چون با کسی زیاد سازگار نمی باشن، زیاد نمی خواهند زود رفیق شوند، زود صمیمیت ایجاد کردن نمی توانند و این نقطه ضعفشان است. اما نقطه قوتشان هم است که بسیار یک توجه عالی دارن، خوب در کاره خود توجه و تمرکز خوب دارن و بسیار خوب توجه کردن می توانند. یک کاری که برشان بسپاری به شکل بسیار عالی با توجه کامل رو انجام دادن می توانند. خب چه خوب است که در موردی که فرق بین افراد درونگرا و افرادی که دارنده شخصیت منزوی هستند را بدانیم. شخصیت فرق بین ازی دو وجود دارن، مثلا اشخاصی هستن که درونگرا هستن و افراد و اشخاصی هستن که شخصیت منزوی دارن. آیا فرق وجود داره بین زینا؟ خب وقتی که ما صحبت از درونگرایی یا شخصیت درونگرا صحبت میکنیم و اختلال، ما قبلا هم اشاره کردم، یک دو کسا هستن از نظر تیپ شخصیت، شخصیت شناسی، روانشناسی شخصیت میگه که یک تعداد از افراد، خصوصا این به میعقیده است که افراد در دنیا دو نوع تیپ شخصیتی دارن، بله. یا برونگرا هستن یا درونگرا هستن. اونهایی که برونگرا هستن خب معلوم دار است و اونهایی که درونگرا هستن تیپ شخصیتیشان هم قسم است، اینها اختلال ندارن، اما اختلال شخصیت اسکیزوئید اختلال است، مریضی روانی است، مریضی روانی است، به این معنی که خود فرد آرامش روانی نداره، بله. جامعه به امرایش دچار مشکل است، خانوادهش دچار رنج است، به این خاطر این اختلال بوده میتونه. اما درونگرایی که یک نوع تیپ شخصیتی است، یک بحث عادی هست. بله، آیا این مشکل در کودکی یا در طفلی ریشه می داشته باشه؟ خیر، 100% کسایی که اختلال شخصیت اسکیزوئید دارن، درونگرایی بدون شک کنه در طفولیت شکل میگیره، حتی قبل از طفولیت امی که ژنتیک زیاد نقش داره، خانواده نقش داره. عوامل محیطی یکی از عوامل مؤثر در ایجاد کردن اختلال شخصیت اسکیزوئید یا منزوی بسیار نقش داره. افرادی که اختلال شخصیت اسکیزوئید دارن متاسفانه اینها در یک طفولیت نامناسبی رو سپری کردن، یا خانوادهشان به یک نحوی همیشه اینها را رد کرده، همیشه به اینها وقت نداده، همیشه گفته چوب باش، همیشه گفته گپ نزن، همیشه گفته که کلانا بود دوگان و خودشان میفهمن که چی، یعنی همیشه جدی، همیشه در افغانستانی رواج بوده. به این خاطر عامل محیطین حرف اول میزنه، اختلال شخصیت اسکیزوئید یا منزوی. بله، خیلی کوتاه در مورد راه های حل هم چنان اشاره داشته باشین. خب راه های حل، به خاطر راه حل دو راه وجود داره، یکی درگ تراپی یا دارو درمانی هست و یکی سایکوتراپی یا روان درمانی. بله. کسایی که میخواین بهترین نتیجه را از به خاطر تداوی اختلال شخصیت منزوی، بازم میگم وطندارا، اختلال شخصیت منزوی نه تیپ درونگرایی، کسایی که اختلال شخصیت منزوی یا اسکیزوئید سردر دارن، اونها میتونن از دورا هم دارو درمانی برشان جواب میده، هم به یک نحوی روان درمانی، و ترکیب این دو بهترین نوع درمان برشان بوده میتونه. اگر متخصص نیاز میبینه دوا برش تجویز میکنه، در غیر از او سایکوتراپی یا روان درمانی بسیار زیاد برشان نتیجه میده، به شکل روانشناس مراجعه کنن، به امرشان روان درمانی بکنه، انشاءالله بهتر میشن. بخیر باشین، حرف پایامی باشه که امروز ما در خدمت شماست. بخیر، سلامت باشه، انشاءالله که همه وطن‌دارای ما کنار خانواده خود همیشه سبز و خرم باشه. سلامت باشید، تشکر. بیننده های عزیز، این بود بخش سلامت روان. از شما دعوت میکنم که در ادامه با همکارم باشید.